به ادامه ساخت جزیرمون برمیگردیم. لایه‌ای که هاید کرده بودم و آن هاید میکنم، تصویرم رو بزرگتر میکنم، ابزار پنتول رو انتخاب میکنم، میخوام یک سلکشن در واقع ایجاد کنم. بعد از اینکه نایم رو انتخاب کردم، راست کلیک میکنم، میک سلکشن رو انتخاب میکنم. حالا با زدن کنترل سی یک کپی میگیرم، نایم رو دوباره هاید میکنم و با زدن کنترل وی پیست میکنم. خب حالا زوم آت کنم تا بهتر بتونم کارامو ببینم. لایه‌مو به زیر لایه گریدینت هم میارم، یه مقداری هم جاشو با ابزار موو عوض میکنم. خب حالا لولم رو با زدن کنترل ال باز میکنم و با این تنظیمات لولم رو انجام میدم. و اوکی میکنم. حالا با زدن کنترل یو یو ساتوریشن رو باز میکنم و ساتوریشن رو در واقع کمتر میکنم و اوکی رو میزنم. خب حالا ترانسفورمم رو فعال میکنم، میخوام یه مقداری کوچیکتر کنم لایه‌مو، کنم که خوب باشه. ترانسفورممو تثبیت میکنم، ابزار موو رو انتخاب میکنم. حالا باز ترانسفورممو فعال میکنم و یه مقدار اونو چرخش میدم. باز هم یه مقداری چرخش ترانسفورمم رو ثابت میکنم. حالا اونو زیر لایه جزیرم قرار میدم، مقداری جاشم با ابزار موو تغییر میدم. خب فکر میکنم باز نیاز دارم ترانسفورمم رو فعال کنم و یه مقداری چرخشم رو بیشتر کنم و جای بهتری رو براش انتخاب کنم. ترانسفورمم رو ثابت میکنم. باز یه مقداری جاشو تغییر میدیم. خب حالا زومی میکنم. برای این قسمت های سفید من از ماجیک واند استفاده میکنم تا بتونم خیلی سریع این کار انجام بدم. با زدن کلید دیلت کیبوردم قسمت رو پاک میکنم.
حالا با زدن کنترل ال لبلم و پنجرهشو باز میکنم. میخوام یه مقداری سایه ها رو کمتر کنم و اوکی میکنم. حالا دوباره با زدن کنترل تی یه مقدار رایمو بزرگتر میکنم و جاشم تغییر میدم و اوکی رو میزنم. حالا باز برای این قسمت از ماجیک واند استفاده میکنم. حالا باز کنترل یو رو فعال میکنم تا پنجره هیو ساتوریشن هم باز بشه و یه مقدار از شدت رنگم رو کم میکنم و اوکی میکنم. حالا کنترل تی رو فعال میکنم و یه مقدار تنظیم میکنم لایمو و اونو تثبیت میکنم. حالا بعد از اینکه ابزار موو انتخاب کردم با گرفتن Alt یک کپی از لایم میگیرم، باز هم کنترل تی اونو چرخش میدم تا بتونم در واقع یک جای مناسب براش پیدا کنم. باز یک کپی میگیرم با گرفتن Alt کنترل تی رو فعال میکنم و بازم سعی میکنم که یه جای مناسب براش انتخاب کنم و باز یه کپی دیگه و کنترل تی و ترانسفورمم رو تثبیت میکنم. حالا قسمت های اضافه رو با اریز پاک میکنم. یه زومات کنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاد. خب فکر میکنم که لایه آخری رو که ایجاد کردیم زیاد همخونی نداره و میخوام اونو پاک کنم. الان فکر میکنم بهتر شد. حالا با گرفتن کلید شیفت لایه‌ای رو که درست کردیم و با هم مرج میکنیم، راست کلیک میکنم و مرج لایرز رو انتخاب میکنم. حالا به پنجره هیو ساتوریشنمون میخوام برگردم و خیلی کم مقادیرم رو برای لایه ستا لایه ای که با هم مرج کردیم تغییر بدم و لایکنس هم مثبت 4 فکر میکنم خوب باشه و اوکی میکنم. خب حالا میخوام حساسیت بیشتری به خرج بدم و این قسمت ها رو با ابزار اریز پاک کنم. ابزارم رو انتخاب میکنم، هاردنس اون رو کمتر میکنم و یه مقدار دوک قلمم رو کوچکتر میکنم و این قسمت ها رو شروع به پاک کردن میکنم. خب فکر میکنم که
خوب شد. حالا با گرفتن شیفت و لایه بالا دو لایه رو با هم مرج میکنم. تقریبا کار جزیرمون ببخشید، فکر میکنم که یه اشتباهی انجام شد. حالا درست شد. دو لایه رو با هم مرج کردم. خب حالا برای این لایه‌ام به ادجستمنت میرم و در واقع میخوام یه ماسک ایجاد کنم. ماسکم رو انتخاب کنم. بعد از ایجاد ماسکم میخوام جزیرم رو یه مقدار تو دریاچه محو کنم، در حالی که رنگ فورگراندم مشکی و بکگراندم سفیده. یک براش مناسب انتخاب میکنم، اوپاسیتی رو روی 10 میذارم، هاردنس روی 0. یک نوک قلم مناسب انتخاب میکنم و کار براش رو شروع میکنم. حالا یه مقدار نوک قلممو کوچیک‌تر میکنم تا بتونم این قسمت‌ها رو بیشتر محو کنم. حالا اگه رنگ سفید رو برای فورگراندم انتخاب کنم، میتونم قسمت هایی رو که پاک کردم و برگردونم، ولی باز نیاز دارم که این محو شوندگی رو بیشتر کنم. خب خیلی خوب شد. نگران این قسمت ها هم نباشید. لایه گریدینت هم رو انتخاب میکنم، اپاسیتی اون رو یه مقدار کمتر میکنم. حالا برای لایه گریدینت هم یک ماسک ایجاد میکنم و یک اندازه نوک قلم مناسب. مجبورم صورت دستی عدد بدم و اپاسیتی 30. حالا ایکس رو میزنم تا رنگ فورگراند هم مشکی بشه. از بالا به پایین چند باری براش میزنم. خب حالا لایه اصلیمون رو انتخاب میکنم. یه مقدار تصویر رو بزرگتر میکنم، ماسک لایه‌ام رو انتخاب میکنم و یک نوک قلم مناسب. اوپاسیتی رو به 10 تغییر میدم و
سعی میکنم که این مرز رو از بین ببرم. خب حالا به فایل هم میام و فایل مورد نظرم رو درگ میکنم. و یه مقدار رو کوچیک میکنم. لایه‌مو به بالاترین لایه انتقال میدم. روش راست کلیک میکنم و رسترایز میکنم. یه مقداری باز با ترانسفورم کوچیکش میکنم. حالا یک ماسک واسه لایه‌ام ایجاد میکنم. در حالی که لایه ماسک هم انتخابه و رنگ فورگراند هم مشکیه، براش هم انتخاب میکنم. اپاسیتی رو روی 70 میذارم. نوک قلمم رو بزرگتر میکنم. یه مقدار هاردنس رو بیشتر میکنم. حالا ترانسفورمم رو فعال میکنم و یه مقدار رو کوچیکتر میکنم تا جای مناسب رو براش پیدا کنم. خب حالا براشم رو انتخاب میکنم و یک نوک قلم مناسب. اوپاسیتی رو کمتر میکنم. روی لایه اصلیم کلیک میکنم و بعد لول رو اجرا میکنم و تیرگی رو یه مقدار بیشتر میکنم و اوکی. خب حالا زوم آت میکنم تا ببینم تغییرات رو. یکم اوپاسیتی رو میخوام کمتر کنم. اونو روی 60 میذارم. میخوام جزیره رو که درست کردم عمق بیشتری بهش بدم. به فایل ها میام و فایل کپچر رو انتخاب میکنم و درگ میکنم. مقدار اونو کوچکترش میکنم. خب ترانسفورمم رو ثابت میکنم. روی لایه راست کلیک میکنم و رسترایز رو انتخاب میکنم. حالا با ابزار ماجیک واند قسمت های اضافی رو پاک میکنم. حالا لولزم رو با زدن کنترل L فعال میکنم. فکر میکنم که مناسب باشه و اوکی میکنم. توجه داشته باشید که لایه کپچرم
باید زیر لایه اصلی جزیره هم قرار بگیره. زوم آت میکنم، دوباره کنترل تی رو برای ترانسفورم فعال میکنم. خب فعلا فکر میکنم که جای مناسبی براش پیدا کردم و ترانسفورمم رو ثابت میکنم. خب حالا برای لایه‌ام یک ماسک ایجاد میکنم. ابزار براش رو انتخاب میکنم و اوپاسیتی رو بیشتر میکنم و نوک قلم هم رو کوچیکتر. خب حالا باز میتونم ترانسفورمم رو فعال کنم و یه مقدار حرکت بدم لایمو. خب فعلا تا اینجا خوب بوده و ترانسفورمم رو اوکی میکنم. خب حالا یه مقداری باز ترمیم میکنم این قسمت ها رو. خب حالا لایه‌ام رو انتخاب میکنم با گرفتن Alt، یه کپی ازش میگیرم با زدن Ctrl T، ترانسفورمم رو انتخاب میکنم و با راست کلیک فلیپ هوریزونتال رو انتخاب میکنم و یک جایی مناسب قصد دارم که براش پیدا کنم. فکر کنم اینجا فعلا مناسب باشه و اوکی میکنم. حالا کنترل ال رو میزنم برای لولم. لولم رو یه مقدار تغییر میدم، میخوام و اوکی. خب حالا لایه اصلیمو یا جزیرمو انتخاب میکنم، در واقع ماسکشو انتخاب میکنم با ایکس فورگراند و بکگراندمو تنظیم میکنم. میخوام این قسمت هایی که سفیده رو ترمیم کنم. براشم انتخاب میکنم، آرتوسی کمتر و روک براش مناسبتر. بذاری تصویرمون رو یه زوم آت کنیم ببینیم چه خبره. اینجا هم یه قسمت اضافیه که با انتخاب ماسکم اونو ترمیم میکنم. خب فکر میکنم که خوب شده. خب به فایل ها میام، فایل مورد نظرم رو انتخاب میکنم، نو درگ میکنم، با ترانسفورم اونو کوچیکترش میکنم. اینم از آبشارم. به فایل ها میام، فایل مورد نظرم رو انتخاب میکنم و اونو درگ میکنم، ترانسفورمم رو ثابت میکنم، راست کلیک و رسترایز لایر، با گرفتن کلیک چپ اونو به بالاترین لایه انتقال میدم. کنترل تی رو میزنم تا ترانسفورمم فعال بشه. میخوام یه مقدار لایه‌مو
کوچیک‌تر کنم. حالا با گرفتن Alt و زدن ماسک، یک ماسک اینورت یا برعکس برای من ایجاد میشه. حالا براشمو انتخاب میکنم. در حالی که رنگ فورگراندم سفیده، یک اپاسیتی برای نوک قلمم انتخاب میکنم، اونو روی 10 بذارم. حالا شروع به درای زدن میکنم. یکم رو جا به جا میکنم. خب حالا با زدن کنترل یو ساتوریشن رو باز میکنم و ساتوریشن رو تا آخر به دیساتوریشن تبدیل میکنم، یعنی روی منفی 100 و اوکی میکنم. خب حالا لایه که درست کردیم و یه مقدار خام جا به جا کنم، دوباره ماسک رو انتخاب میکنم. چند براش دیگه میزنم. و یک جای مناسبم براش تمیزم میگیرم. لایه‌مو دوباره انتخاب میکنم و با زدن کنترل L لبلمو انتخاب میکنم. حالا این قسمت ها رو باید دوباره ترمیم کنم. خب حالا لایه‌ام رو انتخاب میکنم و ابزار موف و با گرفتن Alt یک کپی از لایه میگیرم. سعی کنم یک جای مناسب براش پیدا کنم. باز دوباره یه دپلیکیت دیگه. کنترل چی رو میزنم تا یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. و اون رو ثابت میکنم. حالا نیاز دارم این قسمت ها رو پاک کنم. بازم میتونم یه مقدار این قسمت رو ترمیم کنم. با گرفتن Alt یک کپی میتونم بگیرم و با انتخاب ماسکم قسمت های اضافی رو پاک کنم.